باور غلط یا یک واقعیت علمی؟ آیا ختنه مردان از نظر پزشکی مفیده و باعث کاهش عفونت ادراری میشه؟ همینطور در این برنامه، آیا هوای سرد عامل سرماخوردگیه؟ چرا بیشتر وقتا تو زمستونا سرما میخوریم؟ چطور میتونیم نیمه پر لیوان رو ببینیم؟ آموزشایی برای افزایش تحمل و تاب‌آوری. سالانه حدود 700 هزار نوزاد پسر در ایران متولد میشن که تقریبا همشون ختنه میشن. ختنه یک عمل جراحی ساده است. اما اخیراً چند تا از کشورهای اروپایی تصمیم گرفتن که در آینده‌ای نزدیک جلوی ختنه هایی که دلیل علمی نداره و به دلیل عرفی یا مذهبی هست رو بگیرن. علی می سراغ متخصصان بریتانیایی رفته تا از اونها بپرسه که آیا فوایدی که برای ختنه مدعی میشن واقعا صحت علمی داره یا نه. من هم جز اون چند صد هزار پسری بودم که تو سال اول زندگیم ختنه شدم. اما راستش رو بخواین تا همین اواخر به اینکه ختنه شدم حتی فکر نکرده بودم، چون شاید خوش شانس بودم و هیچ عارض جانبی نداشتم. موضوع وقتی برام جالب شد که اخیراً رئیس دادگاه خانواده انگلستان در پرونده حکم داد که ختنه پسرها رسماً به بدنشون آسیب جدی میزنه. از اونجا بود که شروع کردم به کند و کاف. میخواستم بفهمم ورای مسائل فرهنگی و دینی، آیا ختنه از نظر پزشکی و بهداشتی مفیده یا مضر؟ ختنه عمل جراحی که در اون پیش پوست یا بخشی از اون عضلات تناسلی جدا میشه. یه برش کوچیک کمک میکنه که پیشپوست چل بشه و وقتی که پیشپوست از سر آلت بریده میشه، یه ابزار ناقوسی از سر آلت محافظت میکنه. البته روش‌های متعددی برای انجام ختنه وجود داره. توی یکی از این متدها، یه حلقه پلاستیکی جایی که برش خورده میمونه و با التیام پیدا کردن جای زخم در 5 تا 7 روز خود به خود میفته. اومدم سراغ گوردون میور، متخصص و جراح برجسته اورولوژی در لندن، که توضیح بده چقدر از ادعاهایی که از مزایای ختنه میگن قابل اعتمادن. من خیلی شنیدم که ختنه از نظر بهداشتی مفیده، که ریسک ابتلا به عفونت ادراری، سرطان آلت تناسلی و بیماری‌های مقاربتی رو کاهش میده. شما این استدلال رو قبول دارین؟ عفونت‌های ادراری معمولاً خیلی جدی نیستن و به راحتی با آنتی بیوتیک قابل درمانن. اگه بخوایم از ختنه برای پیشگیری از عفونت ادراری استفاده کنیم، باید 180 تا پسر ختنه کنیم که یه مورد عفونت ادراری رو ازش پیشگیری کنیم. با این آمار به نظر من نمیشه این بحث رو جدی گرفت. در یه بیمارستان بزرگی مثل کینگز کالج شاید توی سال 2 مورد فقط سرطان آلت تناسلی میبینیم که این موارد هم معمولاً همیشه دلیلشون رعایت نکردن بهداشته. برای اینکه بخوایم از 1 مورد سرطان آلت تناسلی جلوگیری کنیم، باید هزاران پسر رو ختنه کرد. اینم نباید فراموش کرد که اکثریت قریب اتفاق این سرطان در مردان مسن اتفاق میفته. بحث زیادی روی عفونت‌های مقاربتی وجود داره. ختنه ممکنه یک کمی جلوی سفلیس و تبخال جنسی رو بگیره و همینطور شاید ایدز. ولی تحقیقاتی که این نتایج رو نشون داده همشون توی آفریقا انجام شدن، روی مردهایی که شریک‌های متعدد جنسی داشتن و توی محیط هایی که HIV شیوع اپیدمیک داره. همونقدر که میشه گفت در آفریقا ختنه از بعضی از بیماری های مقاربتی جلوگیری میکنه، کاندوم هم دقیقا همون کار رو انجام میده. و به خاطر تفاوت های عمده آفریقا نمیشه از این منطق برای ختنه پسر بچه ها توی اروپا و خاورمیانه استفاده کرد. خطرات ختنه شامل چی میشه؟ اتفاقاتی مثل قطع عضو چقدر شایعن؟ خونریزی شدید. بیشتر مرگ‌های ناشی از ختنه دلیلشون خونریزیه.
خیلی پیش میاد مردهایی رو میبینیم که در حین ختنه پوست بیشتر از حد نیاز از آلتشون بریده شده که نیاز به بازسازی پیدا میکنن. مواردی رو دیدم که سر یا کل آلت تناسلی قطع شده. واقعا فاجعه است. این عوارض نادرن ولی هر سال شاهد اونا هستیم. باید خیلی دلیل محکمی وجود داشته باشه قبل از اینکه یک کودک رو در معرض خطر مرگ قرار بدیم، اونم برای عمل جراحی که اصلا این بچه نمیتونه بگه رضایت داره یا نداره. آیا هیچ مدرک علمی وجود داره که ختنه کردن لذت جنسی رو کم میکنه یا زیاد؟ چند تحقیق در این باره انجام شده که بیشترشون معتقدن آلت ختنه نشده حساس تره. البته این خیلی عجیب نیست وقتی که قسمتی از یک بافت ارگان جنسی رو که احتمالاً بودنش بیدلیل نیست قطع کنی، حساسیتش کمتر میکنی. نکته که مهمه و نباید فراموش کنیم اینه که هیچ عمل جراحی نیست که ریسک نداشته باشه. حتی ختنه که یه جراحی خیلی ساده و سریعه میتونه منجر به عوارض غیر قابل جبران بشه. از خونریزی گرفته تا در موارد نادر قطع عضو یا حتی مرگ. نگاه دکتر شیبان احمد که اون هم جراح اورولوژیه با همکارش متفاوته. آقای احمد معتقده که برای کمتر کردن ریسک این جراحی والدین باید به کلینیک تخصصی ختنه دسترسی داشته باشن. من امروز میخوام باهاش مصاحبه کنم توی اتاق عملش، جایی که جراحیش رو فقط تحت بیهوشی انجام میده و نه بی‌حسی موضعی. شما واقعا به این باور دارید که مزایای پزشکی ختنه به ریسکاش میچربه؟ بله، من به این اعتقاد دارم. نمیخوام تظاهر کنم که ختنه رو به خاطر دلایل پزشکی انجام میدم، ولی یک سری مزیت‌های بهداشتی داره. عفونت ادراری حدود 1% از بچه‌ها رو درگیر می‌کنه، ولی به راحتی با آنتی بیوتیک قابل درمانه. چه دلیلی داره که ختنه بکنین؟ نه، به راحتی قابل درمان نیست. اگر عفونت ادراری کلیه‌ها رو درگیر کنه، امکان داره کلیه آسیب ببینه. فکر می‌کنم بیشتر بچه‌هایی که مشکلات کلیوی مزمن دارن دلیلش عفونت ادراری در خردسالیه و بعد ممکنه در آینده نیاز به دیالیز یا عمل پیوند داشته باشن. چرا به جای ختنه کردن بچه‌ها که نمیتونن رضایت بدن، این عمل رو تا سن قانونی به تأخیر نمیندازن؟ مگه از نظر دینی تصمیم شخصی افراد ملاک اصلی نیست؟ من نه روحانیم نه کارشناس امور مذهبی. معتقدم ختنه خطر ابتلا به عفونت ادراری و سرطان آلت تناسلی رو کمتر میکنه. اما قبول دارم که اگه ختنه با روش‌های کنترل نشده انجام بشه، مثلا با حلقه پلاستیبل، ممکنه مشکلات عدیده پیش بیاد. یه پسری رو آورده بودن که در ختنه قسمتی از آلت جنسیش قطع شده بود که من باید بازسازیش میکردم. خطر دیگه وقتی پیش میاد که بچه موقع ختنه بیهوش نباشه و تقلا کنه. من ختنه رو زیر بیهوشی انجام میدم که جراحی رو کنترل شده میکنه. روی دیگه این سکه مسئله اخلاقی. آیا والدین یه پسر باید این اجازه رو داشته باشن که آناتومی فرزندشون رو بدون رضایت این کودک عوض کنن؟ تغییری که قابل بازگشت نیست. نازل، چی توی فکر شما بود وقتی تصمیم گرفتین پسرتون رو ختنه بکنید یا نه؟ واقعیت اینه که الان آرزو میکنم که کاش چیزی تو فکرم بود. اصلا ماجرای اصلی اینه که من همش دارم به این موضوع فکر میکنم. 7 ساله که دارم فکر میکنم که چرا من به اندازه کافی مقابله نکردم با اینکه پسرم ختنه بشه. اگر چیزی در اون موقع تو فکرم بود و مثل الان در واقع میتونستم فکر کنم، به هیچ وجه اجازه نمیدادم که پسرم رو ختنه کنم. اون موقع چیزی که تو فکرم بود که این بود که این جریان غالب عرفی و فرهنگی بود که من میگفت پسر بچه ها باید ختنه کنن. اما خیلی متاسفم که تسلیم این تفکر عرفی بیپایه شدم. وقتی که آمدم اینجا شروع کردم بپرسم و راستش برای این شروع کردم بپرسیدن که یک نفر، یک پزشک پیدا بشه و من بگه آره تو کار درستی کردی که کمی تسکین پیدا کنم. ولی هیچ پزشکی اینو به من نگفت. تمام پزشکایی که من باشون حرف زدم گفتن که هیچ فکت علمی ثابت شده وجود نداره که ختنه میتونه حتی مانع عفونت ادراری یا هر چیز دیگری بشه. صرفا یک عرف مذهبی فرهنگیه. اگه پدر و مادری تو این برهه الان باشن که بخوان چنین تصمیمی رو بگیرن برای ختنه پسرشون، چه چیزی بهشون میگین؟ این که من بچه رو به دنیا آوردم، این جواز رو من نمیده که بتونم در بدن بچه دست ببرم. همونطوری که من اجازه ندارم گوش دختر بچه فرضی اگر داشتم رو سوراخ کنم، به همون دلیل نمیتونم در بدن پسر بچه خودم دست ببرم. مهمترین دلیلی که برای رد این قضیه هست این است که این مسئله هیچ مبنای علمی نداره و خشونت، من الان در این سن با این تجربه فکر میکنم یکی از مصادیق خشونت علیه کودکان حتی، و من فکر میکنم که زمانی که زندم بابت این کاری که کردم
شرمسار، ناراحت و پشیمون. در انگلستان حتی تتو کردن کسی که زیر 18 سال باشه جرم محسوب میشه، اما هر کسی حتی بدون داشتن تخصص پزشکی میتونه یه بخشی از آلت تناسلی پسرها رو قطع کنه. خوشبختانه مسله کردن اندام جنسی زنان یا FGM سالهاست که در انگلستان جرمه. الان که حرفای موافق و مخالف ختنه رو کنار هم میذارم، میبینم اگه روزی پسردار بشم قطعا صبر میکنم که خودش بزرگ شه، مطالعه کنه و برای بدن خودش تصمیم بگیره. کسی که روی ویلچر میشینه از شنیدن چه جمله‌هایی ناراحت میشه؟ با چند نفر که از ویلچر استفاده میکنن صحبت کردیم تا ببینیم شنیدن چه جمله‌هایی اونها رو آزار میده. دوست پسرت هم رو صندلی چرخ داره؟ میتونی رابطه جنسی داشته باشی؟ پایین تنت حس داره؟ برای روندنش گواهینامه لازمه؟ ازم میپرسن بوغم داره؟ بسکتبال معلولین بازی میکنی؟ همه تا تو رو روی صندلی چرخدار میبینن ازت اینو میپرسن. ورزشکاری نه؟ تو پارالمپیک شرکت میکنی؟ آره. من راگبی با صندلی چرخدار بازی میکنم و خیلی هم مهم نیست، ولی مردم میپرسن مسابقات قهرمانی میری؟ برادرم برای تیم ملی فوتبال پارالمپیک انگلیس بازی میکنه. اون وقت آدمو به من میگن تو قصد نداری بری تو تیم؟ و این خیلی برای برادرم تحقیرآمیزه. خب چه اتفاقی برات افتاده؟ نظرم در مورد این سوال چیه؟ چی شد؟ هیچی. آره. فقط به دنیا اومدم. من بهشون میگم کوسه به هم حمله کرده. من توی ماشین بودم دقیقاً. که 7 بار ملق زد و منفجر شد. من بهشون میگم با یه صندلی چرخدار تصادف کردم. میتونم امتحانش کنم؟ از این متنفرم. آخه اگه تو بشینی من کجا برم؟ اونا انتظار دارن من 5 دقیقه وایستم تا بازیشون با صندلی چرخدارم تموم شه. صندلی چرخدار من قیمتش بیشتر از 2 برابر قیمت اولین ماشین بعضی هست. جدی؟ من به کسی اجازه نمیدم نزدیکش بشه. تو خیلی شجاعی. آدمای مستوبار به من میگفتن چقدر الهام بخشی، خیلی شجاعی. میگن بزن قدش یا تو خیلی شجاعی. خیلی خوبه که افرادی مثل تو اخوان. آره. یه پسری اومد پیشم و زد رو سرم. بهم گفت خیلی شجاعی. انگار صندلی چرخدار ارتفاع آره. مناسبیه که دستشون رو بزن رو شونت. آره. یا بزن رو صندلی. سرت رو نوازش میکنن. کار میکنی؟ آره همیشه اینو از من میپرسن. من متوجه شدم که همیشه به جای اینکه ازم بپرسن چی کارایی میپرسن کار میکنی؟ یه بار رفتم بانک برای گرفتن وام خرید خونه. یه خانمی از شوهرم پرسید شغلت چیه؟ اونم جواب داد و خانمم نوشت. بعد به من گفت فکر کنم شما باید کمک دولتی بگیری نه؟ اونا همیشه میگن حتما دولت آره بهت آره. کمک میکنه، ماشین مجانی بهت میده؟ من گفتم من کسب و کار خودمو دارم. میتونی راه بری؟ این معجزه است. آه خدای من، من فلج نیستم. بابا هر کی تو صندلی چرخ داره که فلج نیست. روشن شد؟ مردم فکر میکنن که چیزی رو نمیتونی حس کنی یا نمیتونی بیستی. ما هر دومون میتونیم بیستیم. من دوتا پامو میذارم زمین و وای میستم و مردم آره. میگن چطور میتونی راه بری؟ میگم من فقط وایستادم، ماراتون که ندویدم، یوسین بولت که نیستم. ببخشید ما نمیتونیم صندلی چرخدار راه بدیم. طالبت گفتن آه بذار من اینو ببرم بالا. من فکر کنم شما ها نمیدونین صندلی چرخدار الکتریکی چطوری کار آره. میکنه. وقتی میری یه مکان عمومی یه بخشی رو اختصاص دادن به افرادی که روی صندلی چرخدار هستن، مثل اینکه آره، ما هممون همون میشناسیم. میری بارو میدونی که از دستشویی معلولین به عنوان انباری استفاده میکنن، بهت میگن آدمایی مثل تو زیاد اینجا نمیان و ما ازش به عنوان انباری استفاده میکنیم. تقریبا اکثر تاکسی ها بهم میگن ببخشید عزیزم ما نمیتونیم افراد با صندلی چرخدار ببریم. بعدم میگم این تخته های شیپدار توی ماشینت برای صندلی چرخدار طراحی شده و اونا میگن نه ببخشید. در واقع ترجیح میدن برن تا اینکه از من پول بگیرن. رابطه جنسی داری؟ آره این بیشترین سوالی که ازم میپرسن. اونا اجازه ندارن رابطه جنسی داشته نه، باشن. نه اجازه ندارن. اجازه نمیده. اونا فکر میکنن که حتما رابطت خیلی بچگانه است. میگن آره. آخه دوست پسر داری. آره. من نمیتونم پاهامو حس کنم و با این کنار اومدم. ولی مردم ازم میپرسن که اون قسمت بدنت حس داره و من میگم آخه اصلا چرا میخوای بدونی؟ آره. میگن دوست پسرت داره ازت مراقبت میکنه. آخه آره. خیلی خوبه. باهات میخوابه. چه خوب. آخه فقط با کسایی که صندلی چرخدار دارن دوست میشی؟ وقتی میگم دوست پسر دارم ازم میپرسن اونم توی صندلی چرخدار یا میپرسن اون مشکلش چیه؟ این اتفاق خیلی برام افتاده، به خصوص روز عروسیم با همسرم که سالمه. وقتی میخوای پروفایل درست کنی آره. فکر میکنی عکستو با صندلی چرخدار بذاری یا نه؟ چون بعضی افراد فقط به همین خاطر بهت میگن نه.
برادرم هم که رو صندلی چرخ داره تو عروسیم بود، معلومه چون برادرمه. یه نفر اومد سمت من و برادرم و عروسیمونو به همون تبریک گفت. من یه دوستی داشتم با یکی قرار گذاشته بود، در این باره تو پروفایلش هم هیچی نگفته بود. پسره گذاشت رو گفت به هم دروغ گفتی. چقدر بد، خیلی متاسفم. نه زندگی ما بد نیست، شما لازم نیست معذرت بخواین، تقصیر شما نیست که. من معلولم و این یه قسمتی از وجود منه، ولی هویت من نیست. در واقع باعث شده من اینی باشم که هستم. اونا فکر میکنن که ما از زندگیمون و صندلی چرخدارمون متنفریم چون خیلی سخته، اما من میگم نه، صندلی چرخدار زندگی من رو کاملا عوض کرده. من که خیلی خوشحالم. من شخصا فکر میکنم که این نقطه قوتمه که در زندگی منو از بقیه متمایز میکنه. بهم میگن وای خیلی متاسفم، من چی جواب بدم؟ من دلم برای خودم نمیسوزه، من زندگی خودم رو دارم. آیا هوای سرد عامل سرماخوردگیه؟ یا چرا بیشتر وقت توی زمستون سرما میخوریم؟ تا همین اواخر دانشمندان نمیدونستن که هوای سرد چطور ممکن هستش که به پخش شدن ویروس سرماخوردگی کمک کنه، ولی بالاخره جواب این سوالو پیدا کردن. رمز اون باقی موندن قطرات عطسه در هوای سرد هست. برخلاف اینکه نم هوا در زمستونا بیشتر به نظر میاد، اما تو این فصل هوایی که نفس میکشیم در واقع خشک‌تره، چون هوای سرد زمستون نسبت به هوای گرم بخار آب کمتری رو میتونه حمل کنه. هوای خشک محیط ایدئالی است برای ویروس‌های سرماخوردگی. توی هوای خشک، یعنی وقتی که نم هوا کم باشه، باعث میشه که قطره‌های عطسه و سرفه به ذره‌های کوچکتری تبدیل میشن که اون ذره‌های کوچکتر دوام بیشتری دارن، میتونن چند ساعت یا حتی چند روز تو هوا بمونن. نتیجه این میشه که در زمستون هوایی که نفس میکشیم معجونی میشه از سلولهای مرده، آب دهان و ویروسهای آدمای دیگه. از طرف دیگه بخار آبی که تو هوا هست برای ویروس سرماخوردگی مضره، چون هم ترکیبات شیمیایی ویروس رو تغییر میده و همینطور شکل سطحی ویروس رو. بنابراین استفاده کردن از دستگاه تهویه مطبوع تو زمستونا میتونه شانس پخش شدن ویروس سرماخوردگی رو کمتر بکنه. اما پزشکا همچنان معتقد هستند که بهترین راه پیشگیری از بروز سرماخوردگی رعایت بهداشت فردی مثل شستن دستها و همینطور واکسن آنفولانزا است. جز کدوم دست هستین؟ اون دسته ای که همیشه نیمه پر لیوان رو میبینن، یا اینکه نه، اون دسته ای که نیمه خالی لیوان رو میبینن؟ در این سری از برنامه‌های تاب‌آوری و تحمل، خانم لیگیور، نویسنده کتاب پرفروش تاب‌آوری، میخواد از نظر علمی مثبت اندیشی رو برای ما توضیح بده. همینطور تکنیک‌هایی رو به ما یاد میده که همیشه بتونیم نیمه پر لیوان رو ببینیم. میخواین با آینده خوشبین‌تر و امیدوارتر باشین؟ تو این قسمت بهتون یاد میدم که چطور به جای نیمه خالی، نیمه پر لیوان رو ببینید. دیدن نیمه پر لیوان همون خوشبین بودنه. چه خوشبین باشید چه بدبین، لزوماً نتیجه کار فرقی نمی‌کنه. فقط یه آدم خوشبین معمولاً زندگی بهتر و اوقات خوشتری داره. داشتن نگرش ذهنی مثبت فواید خیلی زیادی داره. مثلا اگه شما نگاه مثبتی به زندگی داشته باشید، رابطه بهتری با خودتون و دیگران خواهید داشت. ثابت شده که برای سلامتیتون هم مفیده. منظور من از مثبت نگری خوشبینی کورکورانه نیست، چون مسلماً ما تجربه‌های متفاوتی توی زندگیمون داریم. روزای خوب داریم و روزای بد. گاهی اوقات صبح که بیدار میشیم واقعاً بیدلیل خلقمون تنگه. ولی مهمه که ذهنتون رو به افکار مثبت عادت بدین. عادت به افکار مثبت معنیش این نیست که ورود همه فکرهای منفی رو ممنوع کنید. نه، مسلماً اتفاقایی تو زندگیمون میفته که ما رو ناراحت و ناامید میکنه یا احساس شکست بهمون میده. بنابراین نمیگم که حق ندارین این احساسات رو داشته باشین، بلکه میگم بیشتر وقتتون رو میخواید صرف کدوم افکار بکنید، کجا میخواید انرژی ذهنیتون رو سرمایه گذاری کنید.
ذهن بشر واقعا شگفت انگیزه. تحقیقات زیادی تو دانشگاه‌های مختلف دنیا انجام شده و یکی از یافته‌های بسیار جالب اینه که مغز انعطاف پذیری عصبی داره. در نتیجه مثل هر عضله دیگه تو بدنمون در واقع میتونیم قوی ترش کنیم و ورزشش بدیم. یعنی میشه بعضی از افکارمون رو تغییر بدیم. اگه اضطراب یا افسردگی دارید، وقتی برید سراغ روانپزشک احتمالاً براتون یه نوع درمان به نام CBT یا رفتار درمانی شناختی رو تجویز میکنه. روان درمانگر با صحبت به شما کمک میکنه تا به اتفاقات منفی از یه زاویه دیگه نگاه بکنید یا روایتتون از اتفاق منفی رو عوض کنید. با این طرز فکر جدید میتونید رفتارهای سالمتر و انتخابهای درستری در برابر حوادث ناگوار داشته باشید. توی مغز بخشی هست به نام سیستم فعالسازی شبکه‌ای یا RAS. RAS به اندازه انگشت کوچیک دست شماست. یه سری سلول عصبی که بالای نخاع قرار میگیرن و به عنوان فیلتر مغز عمل میکنن. فرض کنین من از شما بخوایم که با هم بریم لندن گردی تا چند تا از جاذبه های این شهر زیبا رو با هم از نزدیک ببینیم. مثلا کنار رودخونه تمز قدم میزنیم و میریم قایق سواری. بعد تو محله های قدیمی شهر قدم میزنیم، یه چیزی میخوریم و عصری هم میریم تئاتر. اون وقت برمیگردیم همینجا و من ازتون میپرسم راجع به تجربتون بهم بگین. یقین داشته باشید که هر کدوم از شما یک تجربه کاملا منحصر به فرد و متفاوتی داشتید. چون هر کی چیزای مختلفی رو دیده، شنیده، چشیده، بویده و لمس کرده. این به این خاطره که سیستم فعالسازی شبکه‌ای شما به عنوان یه فیلتر عمل کرده. این فیلتر انتخاب کرده که میخواد روی چه چیزهایی تمرکز کنه. اگر مغز اون فیلتر رو نداشت، روزانه صدها هزار اطلاعات دیداری، شنیداری و بویایی به مغزمون میرسید و مغز توانایی پردازش این همه داده رو نداشت. برای همین RAS داده های مهم رو فیلتر میکنه. اما از کجا تشخیص میده چی مهمه؟ شما روی هر فکری بیشتر تمرکز کنید، RAS فکر میکنه مهمتره و اون فکر رو از فیلتر رد میکنه. پس حواستون باشه که روی چه افکاری تمرکز میکنید. این فیلتر مغز رو طوری تنظیم کنید که دنبال افکار و اتفاقات مثبت بگرده. یک نکته مهم در مورد سیستم فعالسازی شبکه‌ای اینه که شما اونو کنترل میکنید، نه اون شما رو. و راهی که شما کنترلش میکنید به وسیله زبانیه که با خودتون صحبت میکنید. لازمه گاهی اوقات چند لحظه صبر کنید و هوشیارانه به افکاری که دارید از مغزتون فیلتر میکنید توجه کنید. گاهی اوقات لازم افکار منفی رو پاک کنیم و با یک فکر مثبت تر جایگزینش کنیم. در حقیقت دقایق اولیه صبح پرقدرت ترین بخش روز شماست. مثلا اگه از خواب بیدار شید و به خودتون بگید اصلا امروز حال ندارم، امروز عجب روز سختیه یا قرار فلان اتفاق بد بیفته. وقتی روی این افکار تمرکز کنید، اون وقت RAS اینا رو فیلتر میکنه و وارد مغز میکنه و سعی میکنه تجربه هایی رو جلوی چشتون بیاره که نشون بده این افکار درست هستن. مثلا فکر کنید که استراب دارید و مدام به خودتون میگین وای من چقدر استرس دارم. اون وقت RAS این رو فیلتر میکنه و به مغز میرسونه و ناخودآگاه مغز به این حرفا گوش میده و سعی میکنه تمام احساسات مرتبط با استرس، بیقراری و نگرانی رو فعال کنه. گاهی وقتا لازمه که بعضی از اون افکار مخرب رو بازنویسی کنید و با افکار سازنده جایگزین کنید. با اینکه داشتن یه تفکر ذهنی مثبت خیلی میتونه مفید باشه، ولی نهایتاً انتخاب با خودتونه. میتونید انتخاب کنید که آدم مثبت نگر یا منفی نگری باشید. ولی آیا واقعاً این فقط به خودتون ربط داره؟ اطرافیانتون چی؟ هیچ فکر کردید با افکاری که دارید چه تأثیری روی آدمای دور و برتون میذارین؟ بذارید یه سوال ازتون بپرسم. اگه سرماخوردگی خیلی بدی داشته باشید، آیا ممکنه برید جلوی یه نفر رو مخصوصاً درست تو صورتش عطسه کنید؟ قطعاً این کارو نمی‌کنید. حالا یه سوال دیگه. آیا شده تا حالا سر کار براتون کلی اتفاقای بد افتاده باشه و بعد اتفاقی آشنایی رو تو خیابون دیده باشید و شروع کنید براش سفره دلتون رو باز کردن و تمام احساساتتون رو بریزید سرش؟ واقعیتش اینه که این کار خیلی فرقی با عطسه کردن تو صورت یه نفر دیگه نداره. الان علم ثابت کرده که آه و ناله ها و افکار منفی یه نفر میتونه به دیگران سرایت کنه. این پدیده به اسم نورون آینه‌ای شناخته میشه. به این معنی که از لحاظ فیزیولوژیکی هم ممکنه شما افکار منفی یه نفر دیگر رو تو ذهنتون منعکس کنید.
اشتباه نکنید. منظورم اصلا این نیست که انرژی‌های منفی رو توی خودتون حبس کنید. اگه چیزایی وجود داره که لازمه راجبشون صحبت کنید، خیلی مهمه که این کارو انجام بدید. چه بسا صحبت با یک دوست صمیمی و قابل اعتماد، یا حتی بهتر از اون با متخصص روانکاو، اثر بسیار مثبتی هم داشته باشه. حرف من اینه که حواسمون باشه لازم نیست احساسات و افکار منفیمون رو مثل عطسه روی هر کسی که سر راهمون قرار میگیره بریزیم. باید تا اندازه‌ای رعایت حال دیگران رو بکنیم، چون ما نمی‌دونیم توی زندگی همون فرد چه اتفاقی داره می‌افته و خود اون فرد در چه وضعیت روانی هست. اگر مدام خودتون رو تو ذهنتون به عنوان یک قربانی می‌بینید، باید خودتون رو به چالش بکشید و از خودتون بپرسید واقعاً با داشتن این طرز فکر یا این نوع بیان ذهنی چی گیرم میاد؟ اون وقته که میتونید افکار منفیتون رو به چالش بکشید و با نگاه مثبت از یه زاویه دیگه به موضوع نگاه کنید. یه روایت جدید برای اون اتفاق ناگوار پیدا کنید. همونطور که نلسون ماندلا تو کتابش میگه، من اصولاً آدم خوشبینی هستم. نمیدونم این ذاتیه یا اکتسابی. بخشی از خوشبین بودن اینه که سرت رو به سمت خورشید بگیری و به سمت جلو گام برداری. لحظات سیاه بسیاری بود که ایمان من به انسانیت مورد آزمایش قرار می گرفت. اما نخواستم و نتونستم ناامید بشم. ناامیدی معادل شکست و مرگ بود. صفحه فیسبوک ما منتظر شماست. facebook.com/bbcpersiantv. همینطور با هشتگ 37 درجه برنامه رو در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنین. ایمیل یادتون نره، به من نه، به برنامه 37@bbc.co.uk. تا دفعه بعد شاد، تنتون سالم، روزگارتون دلانگیز.